در این کلیپ به یکی دیگر از داستانهای گرامری انگلیسی در زمان حال ساده یا سیمپل پرزنت خواهیم پرداخت و با یاد گرفتن زمان حال ساده و تمرین و مرور چند تا جمله کاربردی مربوط به این داستانی که قرار است با هم کار کنیم و با هم تمرین کنیم به این زمان مسلط خواهیم شد و کامل یاد خواهیم گرفت و در انتهای این درس یک بار روخونی بسیار روان و کامل و مسلط خواهیم داشت تا مطمئن شیم که این درس رو خوب یاد گرفتیم My name is Robert My name is Robert. My name یعنی اسم من is یعنی است. رابرت اسم خاصه و چون اسم خاصه به صورت حرف بزرگ اولش رو می نویسیم. My name is رابرت یعنی اسم من رابرت است. و همطور که می بینید چون در زمان حال ساده استفاده شده فعل این جمله که فعل is است به صورت ساده فعل نوشته شده. My name is Robert. Yani, Robert asked. My name is Robert. I live in this house. I live in this house. I live یعنی من زندگی می کنم. Live یعنی زندگی کردن و فعل این جمله همین live و همونطور که می بینید به شکل ساده و به شکل اصلی بیان شده. Live I live یعنی من زندگی می کنم. In this house یعنی در این خانه داخل این خانه. I live in this house یعنی من داخل این خانه زندگی می کنم. I live in this house. I live in this house. It has a big garden. It has a big garden. It has یعنی آن دارد. It زمیر اشاره به دور یا آن به چیه رو اشاره میکنه به جمله قبلمون؟ حالا چرا نگفته ایت هاو؟ دلیلش اینه که داره در مورد سوم شخص مفرد صحبت میکنه سوم شخص مفرد کیه در این ساختار و در این جمله this house که حالا تبدیل شده به زمیر شده it حالا داره به it اشاره میکنه و به خاطر اینکه در این ساختار سوم شخص مفرده از has استفاده میکنه it has یعنی آن دارد a big garden یعنی یک باغ بزرگ it has a big garden یعنی اون یک باغ بزرگ داره خونه من یک باغ بزرگ داره it has a big garden جمله قبلمون چی بود i live in this house من در این خانه زندگی میکنم حالا دیگه نیاورده بگه this house به جاش از زمیر استفاده کرده it اشاره میکنه به this house it has یعنی آن دارد a big garden یعنی یک باغ بزرگ بیگ یعنی بزرگ گاردن یعنی باغ a big گاردن یعنی یک باغ بزرگ it has a big garden یعنی اون یک باغ بزرگ داره اون یعنی کی یعنی همین خونه ها که در موردش صحبت میکنه و آقای رابرت در اونجا زندگی میکنه it has a big garden it has a big garden that is my dog That's my dog. That یعنی آن اشاره به دور. Is یعنی است. My dog یعنی سگ من. That's my dog یعنی آن سگ من است. حالا سگ آقای رابرت اون کنار ایستاده و داره بهش اشاره میکنه که این سگ منه. That's my dog. That's my dog. My dog's name is Finn. My dog's name is Finn. My dog یعنی سگ من یاد گرفتیم. حالا چرا آپاستروفی اس گرفته؟ قبلا در ویدیوهای قبلی و درس قبلی داستانهای گرامری بهتون گفتیم آپاستروفی اس برای مالکیت انسان به انسان یا چیزی به انسان یا چیزی به حیوان استفاده میشه. همچنین برای زمان هم استفاده میشه. Dog's name یعنی اسم سگ My dog's name یعنی اسم سگ من پس اینجا فائل جمله چیه؟ My dog's name اسم سگ من از است فن فین اسم سگ من فن است اسم سگ آقای رابرت که داره تعریف میکنه فن فن My dog's name is فن My dog's name is فن He likes sleeping. He likes sleeping. هی یعنی اوی آقا اوی مزکر زمیره اشاره به فرد مزکر مفرد لایکس حالت سوم شخص که اس گرفته از فعل لایک like, یعنی دوست دارد لایک like, یعنی دوست داشتن در اینجا لایکس یعنی دوست دارد کی دوست دارد هی هی کیه داگ. آقای فین. هی کیه؟ فین همین سگ آقای رابرت. slip یعنی خواب یا فعل خوابیدن. سلیپینگ حالت اسمشه، حالت آینجیشه. هی likes سلیپینگ یعنی او دوست داره که بخوابه. سگ آقای رابرت دوست داره که بخوابه. خوابو خیلی دوست داره. He likes slipping. He likes slipping.

under یعنی زیر the tree یعنی زیر اون درخته زیر اون درخت مشخص he usually sleeps under the tree یعنی او معمولا زیر اون درخته زیر درخت میخوابه he usually sleeps under the tree I have a lot of friends. I have a lot of friends. I have یعنی من دارم. چرا نگفت has؟ گفت have به این دلیل که فائل اول شخص مفرده. A lot یعنی بسیاری. Of friends یعنی بسیاری از چی؟ دوستان. Friends یعنی دوستان. A lot of friends یعنی کلی دوست. رفیق کلی رفیق. I have a lot of friends یعنی من کلی رفیق دارم کلی دوست دارم I have a lot of friends. I often your I often هر دو play football with my friends. I often play football with my friends. I often your I often که گفتیم هر دو تلفظ درستن یعنی من play یعنی بازی کردن دوستان دقت بکنید نگفتم پلی پس تلفظ درست به این شکل play به این دلیل که بین پی و L صدای کسره وجود نداره ولی 95 درصد فارسی زبانان اینو اشتباه تلفظ میکنن میگن پلی پلی نیست عزیزم play play بین پی و L صدایی وجود نداره پلی فوتبال یعنی فوتبال بازی کردن with یعنی با My friends, yani dostanam. I often play football with my friends, yani man aglab ba dostanam football vazimikonam. Shoma chtor football I often play football with my friends. I often play football with my friends. I always call them. when I want to play in the park. I always call them when I want to play in the park. I یعنی من زمیر اول شخص مفرد که همه جای جمله باید به صورت بزرگ نوشته بشه. Always یعنی همواره همیشه call یعنی صدا زدن همچنین به معنی زنگ زدن تلفن زدن them یعنی آنها را یا به آنها منظورش کیه؟ منظورش my friendsه میگه من همیشه به اونا زنگ میزنم I always call them یعنی همیشه اونها را صدا میزنم یا بهشون زنگ میزنم when وقتی که I want من میخواهم to play که بازی کنم in the park در پارک I always call them when I want to play in the park. یعنی من همواره وقتی که میخوام بازی کنم در پارک به دوستانم زنگ میزنم. تنهایی خب نمیشه فوتبال بازی کرد. به دوستاش زنگ میزنه آقای رابرت که بیان پارک با هم فوتبال بازی کنند. I always call them when I want to play in the park. I always call them when I want to play in the park. I never go to park alone I never go to park alone I never یعنی من هرگز چیکار نمیکن چیکار می کنم go رفتن to park به پارک alone تنها یا به تنهایی I never go to park alone یعنی من هرگز تنهایی به پارک نمیروم I never go to park alone man tanhai park nemiram I never go to park alone I never go to park alone My father works in a bank My father works in a bank My father یعنی پدر من چش رو دقت بکنید زبون زیر دندونهای بالا سعی میکنید بگید ز زنبور My father My father Work یعنی کار کردن حالت سوم شخصش رو بخوایم بگیم میشه works اس سوم شخص میگیره چرا؟ چون my father یک فرد مفرد و سوم شخصه این بانک یعنی در یک بانک بانک دوستان نگفتم بانک 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 به صورت فارسیش ایرانیزشه ولی در انگلیسی میگیم بانک My father works in a bank یعنی پدر من در یک بانک کار میکنه My father works in a bank My father works in a bank He usually comes home late He usually comes home late. He داره اشاره میکنه به کسی که در جمله قبلی گفته کی بود؟ My father usually یعنی معمولا comes حالت سوم شخص فعل کام یعنی آمدن که در اینجا میشه می آید He usually comes یعنی او معمولا می آید به کجا؟ Home به خانه Late یعنی دیر یا دیر وقت He usually comes home late یعنی او معمولا دیر به خانه می آید پدر بند خدا بانک کار می کنه دیرم میاد خونه He usually comes home late He usually comes home late. He likes sitting in balcony and reading books. He likes sitting in balcony and reading books. He یعنی او یه مفرد و سوم شخص به کی داره اشاره میکنه به my father likes یعنی دوست دارد و در حالت سوم شخص استفاده کرده به خاطر همین به انتهای فعل لایک like, که یعنی دوست داشتن در اینجا یه اس اضافه کرده هی لایکس یعنی او دوست دارد سیتینگ سیت Sit, یعنی نشستن ستینگ حالت مسترش حالت اسمیشه سیتینگ یعنی نشستن این بالکنی یعنی در بالکن پس بالکن شد چی؟ بالکنی and و reading خواندن ریدینگ حالت آی یا مستر فعل رید یعنی خواندن ریدینگ یعنی خواندن بوکس یعنی کتاب ها کلن چون داره به کلیت کتاب اشاره میکنه میگیم بوکس یعنی کتاب های مختلف ها اشاره نمیکنه که چه کتابی سیتینگ این بالکنی یعنی نشستن در بالکن reading بکس یعنی کتاب خواندن he likes sitting in balcony and reading books یعنی او نشستن در بالکن و کتاب خواندن را دوست دارد he likes sitting in balcony and reading books he likes sitting in balcony and reading books he sometimes sleeps when he reads He sometimes slips when he reads. He یعنی او آقا و در اینجا زمیری است که داره به کی اشاره میکنه؟ داره به my father به پدرم هنوز داره در مورد پدرش برای شما داستان میگه. Sometimes گاهی اوقات slip یعنی خوابیدن و slips حالت سوم شخص فعل خوابیدن که اس سوم شخص گرفته when یعنی وقتی he یعنی او ریدز میخواند هی reads یعنی او میخواند when he reads یعنی وقتی که او میخواند چی میخونه کتاب ها رو در جمله قبلی گفتیم he sometimes یعنی او گاهی اوقات سلیپس میخوابد when he reads وقتی که کتاب میخونه he sometimes sleeps when he reads یعنی او گاهی وقتی کتاب میخونه خوابش میبره میخوابه He sometimes slips when he reads. He sometimes slips when he reads. He doesn't like playing football or watching it on TV. He doesn't like playing football or watching it on TV. he یعنی او یا آقا ها را بازم داره در مورد پدرش صحبت میکنه پس میگه he doesn't like یعنی دوست ندارد حالت منفی فعل like حالا چرا سوم شخصه چرا اس نگرفته به این دلیل که برای منفی کردنش از does not استفاده کردیم حالا اگه میگفتیم he does like یعنی او خیلی دوست داره یعنی برای تاکید میتونستیم بگیم He does like یعنی او خیلی دوست داره ولی برای منفی کردنش میگیم He does not like یا He doesn't like او دوست ندارد چی رو؟ Playing بازی کردن چی؟ Football, football. He doesn't like playing football یعنی او فوتبال بازی کردن رو دوست نداره Or یا Watching نگاه کردن It On اینجا ات به چی برمیگرده به فوتبال آن در در روی تیوی در تلویزیون he doesn't like playing football or watching it on tv یعنی او بازی کردن فوتبال یا نگاه کردنش رو در تلویزیون دوست نداره he doesn't like playing football or watching it on tv He doesn't like playing football or watching it on TV. My mother is a teacher. My mother is a teacher. My mother, yani mother man. THش رو دقت بکنید زبون زیر دندون های بالا و سعی میکنید بگید ز ز زنبور the, the. my mother my mother یعنی مادر من is است a teacher یک معلم به به چه شغل مقدسی my mother is a teacher مادر من یک معلمه my mother is a teacher my mother is a teacher She likes her students very much. She likes her students very much. She یعنی او یه مؤنث باز داره در مورد مادرش صحبت میکنه likes یعنی دوست دارد اس سوم شخص به خاطر شی گرفته student یعنی دانش آموز یا دانشجو students یعنی دانش آموزان دوستان دقت بکنید نگفتم a student ا نداره اولش student student s بی صداست در ابتدای کلمه student student یعنی دانشجو یا دانش آموز students یعنی دانش آموزان یا دانشجویان her یعنی مال اوی معنی کیو داره میگه مادرشو her students یعنی دانش آموزانش very یعنی بسیار much یعنی زیاد very much یعنی بسیار زیاد she likes her students very much یعنی او دانش آموزانش رو خیلی زیاد دوست داره she likes her students very much she likes her students very much She cooks delicious food for me. She cooks delicious food for me. She باز داره در مورد مادرش صحبت میکنه او یه مؤنث کوکس یعنی میپزد پخت و پز می کند. چون سوم شخص شیه از اس سوم شخص بعد از فعل کوک که یعنی پخت و پز کردنه استفاده می کنیم. پس میشه شی کوکس یعنی او میپزد او پخت و پز می کند delicious یعنی خوشمزه دلیشس فود یعنی غذای خوشمزه فور می یعنی برای من شی کوکس دلیشس فود فور می یعنی او برای من غذای خوشمزه میپزد She cooks delicious food for me. She cooks delicious food for me. I love my mother so much. I love my mother so much. I love, yani my mother yani madaram so much yani بسیار ziyad i love my mother so much yani man madaram دارم. i love my mother so much i love my mother so much she doesn't let me eat much junk food She doesn't let me eat much junk food. she یعنی دوباره مادرم داره اینجا به مادرش اشاره میکنه doesn't let یعنی اجازه نمیدهد let یعنی اجازه دادن doesn't let یعنی اجازه نمیدهد چرا از does not let استفاده کرده یا از doesn't let برای اینکه خواسته منفی بکنه اگر میگفتیم she does let یعنی او اجازه میدهد و تاکیدم می کردیم روش اما وقتی که میگیم she doesn't let یعنی او اجازه نمیدهد به کی می به من مرا که چی ایت، بخورم ماچ زیاد جانک یعنی مزخرف به درد نخور فود یعنی غذا جانک فود یعنی غذای حاضری از این غذاهای فست فود یه اسم دیگرش جانک فوده جانک فود یا فست فود همین غذاهای بیرون غذاهای مثل ساندویچ و پیتزا و سخاری و این چیزا She doesn't let me یعنی او به من اجازه نمیده کی مادر من به من اجازه نمیده Eat که بخورم much junk food یعنی مقدار زیادی غذاهای فسفودی. She doesn't let me eat much junk food. یعنی مادرم به من اجازه نمیده که غذای جانگ فود زیادی بخورم. فسفود زیادی بخورم. She doesn't let me eat much junk food. She doesn't let me eat much junk food. یک بار من با سرعت کند میخونم و یک بار با سرعت نرمال در انتها که حتما شما در دو صورتش صدای خودتون رو زبط بکنید و با نحوه بیان خودتون مقایسه بکنید ببینید که با خودتون چند چندین آماده این؟ بریم My name is Robert I live in this house It has a big garden That is my dog. My dog's name is Finn. He likes sleeping. He usually sleeps under the tree. I have a lot of friends. I often play football with my friends. I always call them when I want to play in the park. I never go to park alone. My father works in a bank. He usually comes home late. He likes sitting in balcony and reading books. He sometimes sleeps when he reads. He doesn't like playing football or watching it on TV. My mother is a teacher. She likes her students very much. She cooks delicious food for me. I love my mother so much. She doesn't let me eat much junk food. بسیار خوب، خیلی هم عالی، آفرین بر شما. حالا یک بار دیگه روانتر و حالت نرمالتر و با سرعت بیشتری میخونیم و محک میزنیم خودمونو. فراموش نکنید عزیزان صدای خودتونو باید ضبط کنید مقایسه کنید و ببینید چند بار داریم تأکید میکنیم یعنی مهمه. آماده بریم. My name is Robert. I live in this house. It has a big garden. That's my dog. My dog's name is Finn. He likes sleeping. He usually sleeps under the tree. I have a lot of friends. I often play football with my friends. I always call them when I want to play in the park. I never go to park alone. My father works in a bank. He usually comes home late. He likes sitting in balcony and reading books. He sometimes sleeps when he reads. He doesn't like playing football or watching it on TV. My mother is a teacher. She likes her students very much. She cooks delicious food for me. I love my mother so much. She doesn't let me eat much junk food. شک نکنید اگر طبق این روش و روشی که بیان کردیم کار بکنید تأثیر بسیار خوبی در یادگیریتون خواهید داشت. فقط یک موضوع دوستان فراموش نکنید که کانال انگلیسی مستاب خوردن رو سابسکرایب یا دنبال کنید تا شما جز اولین نفراتی باشید که ویدیوهای آموزشی ما دست شما میرسه تا بتونید اونها رو استفاده بکنید و در جهت یادگیری خودتون به کار بگیرید